محمد موسوی رئیس شورای مسلمانان فرانسه از مسلمانان فرانسه خواست تا در برابر هر گونه سوء استفاده جریان‌های راست افراطی از حمله مرگبار شنبه شب یک فرانسوی ایرانی الاصل در پاریس هوشیاری خود را حفظ کنند. آقای موسوی با اشاره به اینکه حمله غم‌انگیز به گردشگران خارجی میتواند به عنوان ابزاری برای تشدید تنش‌ها و انگ زدن‌ها توسط حامیان جریان‌های راست افراطی مهاجرستیز استفاده شود، به مسلمانان فرانسه توصیه کرد که در صورت قربانی شدن شکایت‌های خود را به طور سیستماتیک ثبت کنند و هیچ تهدید، توهین و افترایی را نادیده نگیرند. او همچنین از مدیران مساجد خواست تا تمامی اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی را در قبال ساختمان‌های مساجد تقویت کند. سید سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار از پاریس با ما همراه هستند. آقای میردامادی سلام، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت جناب عالی و مخاطبان اخبار شیعه از شبکه امام حسین علیه السلام. زنده باشید. واکنش‌ها به این اقدام تروریستی در محافل رسانی و سیاسی فرانسه چه بوده است؟ بفرمایید. طبق معمول رسانه‌ها بسیار به این موضوع پرداختن با قطع برنامه‌های جاری و عادی خودشون و به ویژه تحلیلگرایی که وابسته به جریانات راست و راست افراطی هستند این رو باز بهانه‌ای قرار دادن برای اصلاحاتی که اخیراً در مجلس فرانسه برای سختگیری‌های بیشتر برای قوانین مهاجرتی هست رو این رو بهانه‌ای قرار دادن که اون سختگیری‌ها که بهش اعتراضاتی هم شده بود و احزاب مختلف فرانسوی اون رو با قوانین در واقع بنیادین فرانسه و ارزش‌های بنیادین فرانسه مغایر می‌دونستان، تلاش کردند که این حادثه رو دلیلی بیارن برای اینکه اون سختگیری‌ها باید تسلیم بشه و به اجرا گذاشته بشه و بیشتر فشار رو طبق معمول در این جور مواقع روی مسئله مهاجرین آوردن. وزارت کشور سلول بحران درست کرده و تلاش میشه که نسبت به مهاجرین سختگیری‌ها و مراکز اسلامی به ویژه سختگیری‌های بیشتری رو اعمال کنه. بله. جناب میردامادی، چه اطلاعات بیشتری از این تروریست ایرانی الاصل انتشار پیدا کرده است؟ جوانی است 26 ساله از خانواده‌ای که پناهجوی ایرانی بودند و با نظام ایران مسئله داشتن، از ایران خارج شدن خیلی سال پیش و حدود 26 سال پیش فرزندشون به نام آرمان متولد میشه در فرانسه، در حومه در واقع شرقی پاریس. بعد به محلات دیگری میرن که محلات مسلمون ها هستش بیشتر. بعدن اسمش رو خود این جوان عوض میکنه و ایمان میذاره اسم خودش رو در سنین جوانی. در عملیات تروریستی سال 2016 در شمال پاریس اظهار همدلی کرده با عملیات های تروریستی و بعد دستگیر میشه، 5 سال زندان که 4 سالش حبس میکنه و بعد آزاد میشه و قصد پیوستن به داعش در سوریه رو داشته که مانعش میشن و اصطلاحاً به فیشیه اس یعنی لیست تروریست های آماده عملیات تروریستی، اونایی که در واقع اصطلاحاً اسلامگرای افراطی میشن، به اون لیست افزوده میشه و تحت نظارت هم بوده ولی دیگه بیشتر از این نمیتونستن در زندان نگرش دارن و از زندان آزاد میشه و در این حال حدود 5000 نفر افرادی هستن که در لیست فیشیه اس هستن، در لیست کسانی هستن که در واقع مستعد انجام عملیات تروریستی هستن و اسلامگرای سنی تندروی افراطی هستن. بله. چند نفر در فرانسه به عنوان تروریست اسلامگرا شناسایی شدن و چرا این افراد دستگیر نمیشد؟ بیش از 5000 نفر در این لیست گنجونده شدن که سالانه 80 نفرشون آزاد میشن و دولت فرانسه برای اینکه کنترل 24 ساعته روی تمام این 5000 نفر داشته باشه به اندازه کافی بودجه و نیروی پلیس تحقیق نداره و اینا رو هم در زندان نمیتونن نگه دارن، چون در زندان هم
اینها خودشون افراطگرایی بیشتری ایجاد میشه، خود زندانهای فرانسه در واقع مدرسه افراطگرایی اسلامی میشه و اونهایی که مسلمان میانه رو هم هستن وقتی وارد زندان ها میشن توی جو اسلامگراهای تندرو در زندان قرار میگیرن، افراطی و تندروتر میشن و عملا ریشه های زیادی وجود داره، دلایل زیادی وجود داره که اینا افراطی و تندرو میشن، تبعیض هایی وجود داره، برخورد های تبعیض آمیزی که در فرانسه صورت میگیره، هومه هایی وجود داره که این هومه ها در واقع هومه هایی هستن که بهشون توجه نمیشه، جرمخیز هستن و کار و اشتغال در اونها، بیکاری در اونها در واقع رشد بیشتری داره و مساجد و مراکز اسلامی که پایگاه در واقع سنی های تندروی داعشی در واقع سلفی هستن، اونجاها هر چی هم کنترل بر اونها اعمال میشه، در این حال اونها هستن که مرکز ترویج هستن، فضای مجازی هم در بین بخش هایی از مسلمان های فرانسه ترویج دهنده افکار داعشی و اسلامگرایی سنی های تندروی داعشی هستن. بله. ممنونم. سید سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار از پاریس با ما همراه بودند.